جامعه به مدت یک ساعت در خدمت شما هم گرامی هستم و هم که مطلب هستیم به گذشته ادبی ایران نظر میکنیم در خدمت شما و کتاب مهم چریده و زنده رو میخوانیم. امشب هم اگر فرصت باقی بماند بعد از گفتن بعض سخنها به خواندن داستان ادامه خواهیم داد. یک غزل زیبا و کوتاه از حافظ خدمت شما میخوانم. بله، صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز هم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجی، ولی هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. گفتم ای مسند جم جام جهان بین از کو، گفت افسوس چون دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارد نخفت. خدمت همرسانم گرامی از این کنم که خیلی مشکل هست من این داستان رو بخوام از ابتدا خدمتتون آغاز کنم، کوتاه میکنم قصه رو. در این پرونده اطلاعاتی ما یک کسی تحلیلگری نوشته بود اینجور آدم ها رو دوستان نزدیک او سرانجام از بین خواهند برد. این تحلیل بود که اون های اطلاعاتی کرده بود و در طول تاریخ هم همونجوری بوده. در واقع در تاریخ متأخر هم چنین بوده. حالا بگذاریم، این اشاره بود. میخوام یک تاریخچی از این سرزمین زاوید خدمت شما عرض بکنم و بعد برسیم به بعض مطالب و مسائل که روز من رو امروز خراب کرده. من با سردرد خدمت شما هستم. البته من گرامی واقعا میخواستم یک بار تخشی باشد امشب، اما به هر صورت گفتم بهتر خدمت شما بکنم و تا شما هم در میون بگذارم. عرض شود که حدود سال 2002 بود، تقریبا اواخر 2001 و اینها، بنده در هندوستان بودم. در اونجا که آقای ضیا زنگ زد که آقا اونجا ما اطلاعی داریم شما اینجا باشید. چون پیش از اون من به مدتی کوتاه میهمان بودم در اون برنامه، اصلا باورم نمیشد که تلویزیونی باشه که تصویرش به ایران برود. و دوستی گرامی آقای میبودی از من دعوت کردن که در اونجا باشم. بعد از یک مدتی کوتاه خیلی برنامه مورد توجه هموطنان شد و بعد به این آقای زیاد که دوست من هست و دوستی ما هنوز هم ادامه دارد گفتن که عزیزم من تلویزیونی نیستم اساسا و به عنوان میهمان بله، ولی به عنوان مستقل برنامه سازی بلد نیستم، من اصلا در این کارها نبودم و دوست هم ندارم. در صورت ایشان گفت نه شما بیا و شریف شنا خواهد بود. و بعد از دو سه روزی من از کنن که این نام سرزمین جاوید رو انتخاب کردم، یه 20 نام زیر هم نوشتم و فکر کردم این سرزمین جاوید که راجعه است که ایران، که ایران رو من واقعا سرزمین جاویدی شناسم، این نام رو با برگزیدیم و آمدیم. و از سبت که در تلویزیون NITV به خاطر داشته باشید این برنامه آغاز شد، خیلی به سرعت مورد توجه هموطنان واقع شد.
اما کار آسان نبوده، یعنی این برنامه‌ای که از وقت که ردی توسط ساعت نمیدونم 9 بود آغاز شد، رفته رفته بزرگتر شد و امروز من بسیار خوشحال هستم که برنامه سرزمین جاوید به مانند یک مؤسسه فرهنگی در آمده است و لطف هموطنان و توجه هموطنان به حدی حقیقتا غیر قابل تصور من بوده، چون این اقبالی که هموطنان کردن به این برنامه. اما این آسان به دست نیامد و با رنگ بسیار و مزایق بسیار بود از اون روز نخستین که ما آغاز کردیم اینها. و بعد که توجهات هموطنان جلب شد، عرض میکنم در گوش و کنار این آمریکا هر کسی یک رادیو ورشکسته داشت، هر کسی یک روزنامه نمیدانم چرا میداشت، هر کسی 4 نفر در قهوه‌خانه جمع کرد، این انتظار رو داشت که مشیری رو بیاورید. مشیری اگه بیاورید تعدادی خواهند آمده چنین و چنان خواهند شد و من معذور بودم از این حرف کنم که مشارکت ها در چنین محیط هایی اساسا ذهنیت من در این مطالب نیست که حالا از این نمیدونم رستوران بروم به اون رادیو، از اون رادیو بروم. فعالیت من از رادیو صدای ایران آغاز شده با دوست بسیار عزیزم آقای مهری که حدود 16 سال پیش و از کنن که آقای نیبودی هم همون که کار میکردن و بعد که ایشان رفتن در نتیبی دعوتی از من کردن. اصلا من تصور نمیکردم که ایش را این راحتی تصویر تلویزیونی به ایران برود و هیچ تصور ذهنی از سکلاکیری اینا بنده نداشتم اصلا. باری بعد کنها آغاز شد که بله شما آقا دعوتی در اون روزنامه دعوت میکنیم، در اون سمینار دعوت میکنیم، هر کسی برای خود یک ایجندایی داشت به قول معروف. تلفن به کی جواب میداد؟ هنگامه افشار که از روز اول با من در این برنامه بوده، از کنم به مناسبات فقط حرفه‌ای و زحمت بسیار کشیده و هنوز از زحمت میکشه و ایشون جواب میداد که آقا مشیری در این برنامه شرکت نمیکنه. به معنی اینکه تلفن گذاشته میشد یک دشمن برای خانم پیدا میشد و حرفها و سخنها که البته من هرگز توجه نمیکنم و نمیکردم به این قضایا و زمان همینطور میگذشت و در این تعداد گویا افزوده میشد، چون در این گونه موارد هر کسی سود خود رو طلب میکند، جستجو در ابزاری است که از اون وسیله برای مقاصد خود استفاده بکند. بندم در این بازی ها هرگز نبودم و نیستم و این تعداد اینها که فکر میکنم 5-6 نفری باشم، متاسفانه یک نتورکی به وجود آمد و ما نهایت تأسف عرض میکنم. بعض دوستان بسیار بسیار خوب ما در بسیار نزدیک من هم عرض میکنم که ارتباطات برقرار شد و هم نوا شدن و هم سخن شدن و به سخن پراکنی مشغول شدن. میخوام خدمت شما عرض کنم من نماینده ای ندارم، اگر که امری هست فرمایشی از صحبتی هست من دیشب 160 چیز رو جواب دارم تلفن رو، که هر حرفی هر سخنی هست به این دفتر سرزمین جاوید لطف کنید زنگ بزنید و مطالبی که گفته میشود اگر جز از این برنامه باشد اعتبار ندارد. همه سر گرامی من هیچ نماینده ای ندارم و از دوستان خودم تنها هستم، من هستم، هم خانم هنگام افشار که برنامه شما ملاحظه میکنید و این از کنم که یه طریقی که ما کردیم با دشمنی ها و گرفتاری ها و حرف و سخن ها و چه سخن ها گفتن چه شایعاتی پراکنده زمانی میگفتن آقا این خانم دوپلکس خریده است در این نمیدونم شهر رسیدا، دو تا آپارتمان آقا ما اجاره کرده بودیم که هنوز هم سر اجاره بنده است در بالا در همه خیابان رسیدا که 15 سال است من اونجا هستم. یک آپارتمان هم برای ایشون بود که فرق نوار بود و کتاب بود و گرفتاری بود و اینها در آوردن که بله یک خانه خریدن در اورنج کانتی، یک خانه خریدن در نمنشی از این داستان ها. و میخوام خدمتتون عرض کنم که این داستان سعدی که دو دشمن دانا بلندت میکند هم آرام آرام در مورد ما هم مصداق پیدا کرده. بنابراین میخوام خدمت شما عرض کنم که من این سخنرانی رو نمیپذیرم که هیچ وجه من از وجود و عرض شود که این شبکه‌ای هم که به وجود آمده است در همین اطراف اصناف لس‌آنجلس و جاهای دیگر همه حرفهای باطل و بیهوده به هیچ کدام اعتبار سندیت ندارد. خواستم اینو خدمت شما عرض کنم. شما امری دارید تلفن بفرمایید، برای بنده هم میسر نیست که به همه تلفن ها جواب بدم. دوست عزیز از بندرعباس زنگ زن آقای مشیری به من خیلی مطلب زنگ زن یا آقا در باب احضار روح و قول بیابانی نمیدانم چه نظری دارید. آقا من وقت این کارها رو ندارم.
و بسیاری از دوستان خوب برنامه کسانی هستن که سالی یک بار نمیتونم، ممکنه شش ماهی یک بار اینها زنگ بزنن اینجا و از کنن که یک حال احوالی بکنیم و اینها، در حال این امکان نیست که بنشینم و به همه هموطنان که زنگ میزنن تلفن بکنم، مگر امرشون مهم باشه، مطلب مهمی باشه، یک چیز خاصی در باب برنامه باشه، داره پیشرفت مقاصد باشه و اینها. این است که این دوستانی که چیزی در دوبره دارن و از کنم که به مقاصد خودشون نرسیدن، حالا کوچک یا بزرگ، متاسفانه گمراه سخن پراکنی علیه ما تشکیل دادن. امیدوارم این نتورک کارش رو تعطیل بکند و بگذار ما کارمون انجام بدهیم، چون ما با هزار مشکل روبرو هستیم، واقعا با هزار جور گرفتاری، از نمیدونم هر چه جان گرفته تا مشکلات مالی و غیره، همه اینها هست. این هست که خدمتتون یه بار دیگه عرض میکنم، اگر سخنی حرفی جز از این دفتر جواب داده بشود یا صحبتی گفته بشود، هیچ اعتباری از نظر من نداره. شما اگر لطف میکنید و کاری دارید به من زنگ بزنید، در خدمت شما هستم. پیغام بگذارید، مطلبتون مهم هست، خدمت شما زنگ میزنم. بعد از این صحبت میخوام خدمت شما عرض کنم که دیشب پیغام رو نگاه میکردم، یه چیزی حدود 150 پیغام با تلفن ها پر شده. از طبعه که محبت هموطنان و پشتیبانیشون بی نظیر بوده. من هرگز تصور نمی کردم که یک مطلبی این چنین که به جایی هم نرسید تا این اندازه از کنم که هموطنان رو تکان بدهد. از لطف و مرحمت همه شما هموطنان گرامی بسیار بسیار سپاسگزارم. از اون بانوی گرامی که گریسته بودن، از اون دوست محترمی که گفته بودن آقا این مطلبشه ما فلان میکنیم به زبان خودشان، این از همه دوستان که زنگ زدن بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. امیدوارم بنده مجبور نباشم دوباره اینجا بنشینم اینجا و از این سخنان بزنم. بسیار متاسفم که این قضیه عرض کنم که پیش آمد و روز من رو امروز تباه کرده این داستان، و فکر کنم که تا اینجا قضیه کافی باشد. اجازه بفرمایید که اعلام کنم روز 12 از ماه جولای 100 سال نفت رو دوستان ما در شهر داراست به مناسبتش یک سمیناری گذاشتن و تا اونجایی که من میدونم، ولی روزنامه‌اش هم هست بیارم خدمتتون، جناب علوی هستن، آقای علوی تشریف میارن اینجا صحبت میکنن، یکی از سخنوران هم من هستم در اونجا، ولی یا مستقیم در اونجا خواهم بود یا اینکه به صورت یک فیلم در اونجا ما صحبت میکنیم فیلمی و در اونجا من بسیار دوست دارم در باب از بکنیم قضیه نفت و این سمینار مشارکت داشته باشم. این رو هم اطلاعاتون به طور دقیق خواهم رسان از اطلاعیه که دوستی گرامی آقای ایرج درویش منتشر کردن در شهر. خب برگردیم سر موضوع عرض شود که این داستان کلیله و دمنه. پیش از این که وارد این بشوم، حالا که وقت ما گرفتیم و مسائل خصوصی رو اینجا بله ببخشید مطرح کردیم، اجازه بدهید که یک اشاره هم بکنم به وضعیت کلی خودمان به عنوان ایرانیان که فزون بر 150 سالی تلاش میکنیم و به نتیجه نمیرسیم. اندکی بیاندیشیم ببینیم که این بیماری تاریخی که این پریشیدگی و پراکندگی و گرفتاری و عذاب علیم هست، آیا این بیماری داره دارویی هم هست یا دارویی ندارد؟ وضعیت ما به گمان من، چون بنده در خدمت شما هیچ ایجندایی ندارم که حالا بنده مشارکت کنم در آینده ایران، مثلا این امکان رو بنده نمیبینم که حتی از ایران هم برگردم، مگر اینکه واقعا وضعیتی باشد که حداقل خطر جانی نباشد که بنده بتوانم وطنم رو ببینم. این است که نشستن بنده در اینجا بیان اون چیزی که من فکر میکنم راه حل است. اگر چیز دیگری بود اون چیز دیگر رو خدمت شما عرض می‌کردم. وضعیت ما در روزگار فعلی به مثابه بیماری است که روزگار پیش از این زخم معده داشته و امروز از می‌شود که دچار وبا شده است. یعنی بیمار زخم معده‌ای به جای مراجعه به یک قابل، یک پزشک سرزد، یکی دکتر علفی رفته و وبا هم گرفته.
بعد این مغلطه دایکاتومی یعنی انتخاب دوگانه پیش آمده است. سال بعد اگر صحبت میکنم و بعض کسان که و به حقیقت هم شبیه هست، یعنی فرض کنید کسی زخم معده داشته باشه و بعد بیچاره وبا بشود، یاد روزگار زخم معده، یاد دلاویزی آقا زخم معده داشتیم، دلمون یکمی درد میکرد، سرخ کردنی نمیخوردیم، کباب میتوانستیم بخوریم، آقا میگشتیم میرفتیم میامدیم، این وبات امان ما رو بریده، توان ما رو بریده. ای کاش که همون زخم معده بود. یعنی به مسابقه این است که این بیمار بین زخم معده و وبا هیچ انتخاب دیگری ندارد. این است مغلطه دایکاتومی. آقا یک سلامتی هم هست. بعض ما بدتر میکوبیم که یادش به خیر اون زخم معده. بین این زخم معده و این وبا یک چیز دیگری هم هست و اون سلامته. و اون سلامت فقط در حاکمیت ملی و دموکراسی. و میخوام خدمتتون عرض کنم که این بنده حقیر که خدمت شما هستم بارها عرض کردم، چون ایجندایی ندارم و عقایدم به خالصانه بیان میکنم، میخوام خدمتتون بگم که تمام ذرات وجود من، همه این اتم ها و الکترون ها و نمیدونم چیز کربن و غیره و ذالک در بدن من سرسر با دیکتاتوری مخالف هست. حالا بفرمایید دیکتاتوری میاد طلا میکوبن، آقا به این به درد ما نخواهد خورد، سرانجام سقوط هست و خشونت هست و گرفتاری هست و بدبختی. این کوشش مشروطه ها، مشروطه، مشروطه، بنیانگذاران مشروطه و مشروطه دیدان برای آزادی بوده، برای جاده نبوده، برای حاکمیت ملی بوده، برای احساس مسئولیت ملی بوده، برای باز کردن مجلس مقدس شورای ملی بوده که ملت اونجا مقدرات خود رو در اونجا رقم بزند، برای استبدادگران نبوده. و چون نیست بنگری حقیقتا نگاه کنید به این جغرافی های سیاسی و نمیدونم چیز ایران، کاری نشده در ایران، چیزی ساخته نشده در ایران، یک جاده دارید، یک خط جاده از این بندر عباس من جاده به در نخور میخورد نمیدونم به تبریز و به شما، یک جاده داریم 1200 کیلومتر به آهن داریم تا تا دانشگاه، این انفراستراکچر مملکت ما 100 سال هم گذشته، نزدیک یک تریلیون دلار هم پول نفت رفته، این همه آمدن دیکتاتورها با این شر و فر و این باد و این کشتن ها و این دهن خورد کردن ها و این قلم شکستن ها و عرض میکنن که این پریشانی ملت و این گرفتاری و بدبختی و سرکوب و عرض می کنم نوکر بیگانگان شدن و بیگانگان رو مملکت راه دادن و احزاب رو از میان بردن و این بدبختی ها و گرفتاری های که دیکتاتورها بر ما وجود آوردن، گذشته با حال نتیجه شدیدیم برای مملکت چه بوده. یه وقت ما میخوام توجیهی برای دیکتاتوری بکنیم، آقا ببینید چه کردن اینا، آقا 60 سال گذشته، 100 سال گذشته از این دیکتاتوری ها، چه کردن در این 100 سال؟ شما بدهکار اونها باشید. موضوع دموکراسی و آزادی، مردم بیچاره، دموکراسی ضعیف، 1000 میلیون برابر بالاتر از این است یک سریل کلوفی بیاید 4 تا روزنامه‌نگار رو بکشد و مجلس رو ببنده و 4 تا جاده هم بکشد و اینها آخرش فرار میکنه، به جهت این که مردم از توی میکشند. برای تو میخونم اینجا حرف بسیار مشهور معاویه رو که چه گفت؟ این گفتن تو چگونه بر جهان اسلام مسلط شدی و چگونه در روزگار حکومت تو چیزی رو نداد؟ گفت رشته نازکی بر دست مردم هست، اگر اونها بکشند من صلح میکنم، اگر بسیار شل بشه اونا شده من میکشم. یعنی یک ارتباط که بسیار نزدیک میمانندی بین حاکمیت و ملت هست که میگسلد وقتی که دولت از یک سو بکشد با زور و استبداد و اختناق، ملت از یک سو بشه پاره میشه، این ارتباط منقطع میشه. چاره بیماری یک دیکتاتوری دیگر یا نمیدونم عرض گذاشتن به استبداد اینها نیست، چاره حاکمیت ملی، چاره دموکراسی، حاکمیت قانون هست. حالا میشود یا نمیشود، امروز میشود یا فردا میشود، چون من سیاسی کار و حزبی نیستم و مصلحت اندیش هم نیستم و متناسب با وضعیت روز حرف نمیزنم. خب کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود
معدوم. یه قطعه میخوام خدمتتون بخونم. عرض میشود که اینجا این کتابی که در دست من هست خدمتتون نخستین کنگره نویسندگان ایران تیر ماه 1325 قریب 63 سال پیش 63 سال پیش این مال دیروز امروز همون زمان چاپ شد. این دو بنده در اختیار دارم. نخستین کنگره نویسندگان ایران تشکیل شد به ریاست مرکز شهرهای بهار که از روشنفکران بزرگ و شهرهای نامبردار مملکت ما و آقای علی اصغر حکمت که عرض کنم که ایشون هم دست اندر کار بود و فرزانگان ایرانی اونجا صحبت کردن. از جمله کسانی که اونجا سخن راندن عرض میکنم 65 سال پیش چاپ شده امروز و 1325 هست، یعنی 5 سال از رفتن مرحوم رضا شاه گذشته. جنگ هم تمام شده، حالا نویسندگان جمع شدن. یک قطعه اینجا خدمتتون میخونم از استاد خاندری. فکر نمی کنم اعتبار خاندری حد کنم که زیر سوال باشد. استاد دکتر خاندری از استادان و محققان تراز اول مملکت ما چه گفته؟ دارد اینجا در موضوع مجلات و روزنامه ها صحبت می کنند که چگونه در روزگار استبداد گذشته به اون زمان اینها تأثیر شده است. اینها سرد ما هم وطن گرامی، ما میرزادی عشقی ما را می خواهیم، ما محمد مسئول ما را می خواهیم، ما روزنامه ها را می خواهیم، روشن فکران لازم داریم، بنیاد سیاسی لازم داریم، نه از کنم که دیکتاتور فردی. ببین چه گفتم آقای دکتر خاندری در صفحه 141. نکته مهم دیگری میخوام توجه بدم به شما که چرا ما شدیم. نکته مهم دیگری که قابل ذکر است این که توجه ادیبان و اهل قلم به تحقیقات ادبی در سالهای اخیر نتیجه مقتضیات سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. نبودن آزادی و سانسور شدید مطبوعات در دوره دیکتاتوری گذشته، یعنی زمان مرحوم رضا شاه با اجازه شما البته، به حدی بود که اشعار تغزلی را نیز شهربانی سانسور می‌کرد و اداره راهنمای روزنامه نگاری به شاعران دستور می‌داد که اشعار غم‌انگیز نسرایند. در آن دوران سیاه خاندری در حضور همگان دارد می‌گوید، در حالی که مرحوم محمد رضا شاه خود شاه مملکت بود اما شاه دموکراتیک بود، در این دوره است که دوران خوش ماست، یعنی بیان و قلم آزاد، احزاب سیاسی آزاد و این شکوفاترین روزگار سیاسی ایران بوده بین سالهای 1330 و 32 کودتای 28 مرداد و استبداد مجدد شد که منجر شد نهایتاً به این جمهوری پربرکت و خاطر نهادهای سیاسی به همه برانداختن. این روزگاری بود است که ایران و ایرانی بزرگترین ظرفیت خود را نشان داده و مهمترین کار تاریخیش رو کرده است و آن بیرون کردن استعمار انگلیس از مملکت و جنبش ملی صنعت نفت بوده. خب نکته مهم دیگری که قابل ذکر است این که توجه ادیبان و اهل قلم به تحقیقات ادبی در سالهای اخیر نتیجه مقتضیات سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. نبودن آزادی و سانسور شدید مطبوعات در دوره دیکتاتوری گذشته به حدی بود که اشعار تغزلی را نیز شهربانی سانسور میکرد و اداره راهنمای روزنامه نگاری به شاعران دستور میداد که اشعار غم‌انگیز نسرایند. در آن دوران سیاه که اظهار خوشنودی و رضایت اجباری از وظایف افراد ایرانی شمرده می شد و به اصطلاح روزنامه های زمان همه وظیفه داشتند که نسبت به قائد بزرگوار خود ابراز احساسات کنند، حتی عاشق از معشوق حق ناخرسندی و گله نداشت. همین قیود و مشکلات به تدریج ذوق هنر را در ایرانیان خاموش کرد و مجله مهر که چندی با قیود اداره شهربانی و اداره راهنمای روزنامه نگاری میساخت آخرالامر در سال 1317 شمسی تعطیل گردید و مدت 34 سال تا بعد از تحریور 1320 مجله ادبی در سرتاسر ایران وجود نداشت و فقط مجله دولتی ایران امروز که مدیر آن مورد اعتماد شهربانی بود جانشین مجلات پرشور صادق شد. ضمن شاخ عکس‌های تبلیغاتی بعضی از مقالات ادبی و اجتماعی را نیز با مراقبت بسیار ترش میکرد. دکتر خاندری عرض میکنن که تیر ماه 1325 در ارتباط با عرض کنن که دیکتاتوری اون روزگار این دستاوردهای مادی رو بسیار بسیار اینا حقیر هستن، یعنی یک دولتی میتواند با سرمایه گذاری با کمک خود مردم سالی هزارها کیلومتر جاده بکشن، نمیدونم سد بسازن،
اینجور کارها رو مردم انجام میدن. اون چی ما نیاز داشتیم تداوم جریان روشنفکری بود که قطع شد. یعنی روشنفکرانی که بودن زمان محمود رضا شاه خب پروردگان سخناشون رو روزگار قاجارها ساخته بودن و قطع جریان سیاسی و تأثیر مجلس و زیرپا گذاشتن حقوق ملت و بستن مجلس و همون کارهایی که شد. بنابراین ما امروز بنشینیم و بیاندیشیم. این عرض می کنن که منافع فردی بسیار نزدیک بینانه است که چه چیزی برای من خوب است، بایستی بنگری چه چیزی برای همه خوب است، چه چیزی برای تاریخ ایران خوب است، چه چیزی برای این 70-80 میلیون ایرانی اسیر خوب است، و اون آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون، روزنامه ها، نهادهای سیاسی، تشکلات سیاسی، رجال سیاسی و عرض می کنن سایر قضایات لازم دموکراسی. و این تنها راه برون رفت است از این سیاه‌بختی و بدبختی تاریخی که گریبانگیر ما شده است. هر روز یک چماقی هر کردن رژیم در ایران سقوط نکرده. در روزگار گذشته مردم در صحنه نبودند، امروز هم در صحنه نیستند. تعریف رژیم آن است که چه کسی دارای حقوق سیاسی. مردم امروز ایران دارای حقوق سیاسی نیستند، مردم دیروز هم دارای حقوق سیاسی نبودند. اینقدر است خب از میکنن که وضعیت اقتصادی متفاوت بود، از سبب که آزادی ها متفاوت بود و به بسیاری از جهات قابل قیاس هم نبود. اما تا اونجایی که به ماهیت رژیم مربوط هست، مردم ایران رو از صحنه سیاست بیرون راندن و سرنوشت ما به دست یک نفر یا گروهی افتاد. این درد تاریخی چارهش فقط با مدرس مقابل شورای ملی نیست و تحریر یک قانون اساسی که حقوق همه اقشار ملت رو در نظر گرفته باشد. چیز فرمایید به انتخاب وارثان گرامی یک موسیقی بشنویم. عرض شود که و برگردیم خدمت شما و به دنباله مطلب ادامه بدهیم. پسند داریم Nina, 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 N
درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، موسیقی واسه برای شما پخش کردم، قبلا هم گویا همین تقصه پخش شده بود، خیلی هم خوب بود، اما باید یه فکری برای موسیقی بکنیم. من فکر میکنم از آقای یزدانپناه خواهش کنم که چند تا از اون سیدی های ناب زحمت بکشند و به تلویزیون پارس برسانند که این موسیقی ها یک از کنم که یک حالت مداومی پیدا بکنند. خب این قطعه که میخوام براتون بخونم کاملا سیاسی از صفحه 271 کتاب مستطاب کلیل و جنه، کاملا سیاسی بخونم خدمتتون. رای گفت، بله، این داستان گربه و موش و هموطنانی که داستان رو شنیدن به دنجا رسید که گربه ماموس صحبت کرد که آقا بیا من تو جان من رو نجات دادی، و سخن رو به اصناف کشنده موش که بله تو دشمن دیرین من هستی، دشمن ذاتی من هستی و من نمیتوانم با تو دوستی کنم. من فکر کردم که خواندن این وقت شما رو تلف میکند. آخران اولم گربه از یک سو رفته و موش از یک سو، و سخنان خیلی حکیمانه و بسیار جذاب هم گفته، اما من فکر کردم بهتر است که این داستان نشفت از روحم. اون داستان تمام شد، گربه بخار خود و گوش هم بخار خود. رای گفت، شنودم داستان کسی که از پیشه آبا و اجداد خیش اعراض نماید و نقصتی در دماغ کند که از باب اون مهیا نباشد تا از اصحاب مطلوب محجوب گردد و رجوع به سمت عرض ممکن نگردد. اکنون باز گوی که خسلت‌های پادشاهان کدام ستوده تر است و به مصلحت ملک و ثبات دولت و تألف احوا و استمالت دلها نزدیکتر حلم است یا سخاوت یا شجاعت. و رحمان گفت، نیکو سیرتی و پسندیده تر طریقی ملوک را که هم نفس ایشان مهیب و مکرم گردد و هم لشکر و رعیت شاکر خشود باشند و هم ملک و دولت پایدار ماند حلم است. بسیار خوب، اینیت به من بگو که بزرگترین فضیلت حاکم کدام است؟ آیا شجاعت است یا حلم؟ این حلم عرض می شود که در عربی خیلی معنیه، یعنی فحوای عمیقی دارد. اگر بگوییم که مثلا صبر، حوصله، تحمل که باز هم عربی است اینها، اما حلم از سبب که خود گویا هست، میگوید حلم از اینها، یعنی حلم که شما بتوانید خشم خود رو فرو ببرید و در مزایق سخت زندگی خود رو نبازید و از کنند که با چشم دینا به قضا نگاه کنید، یعنی خیلی سریع تصمیم نگیرید، به خش نیایید. خیلی مفاهیم چنین اطوال میگوید برای پادشاهان
و سیاسی کاران هل از همه چیز مهمتر است. بله، زیرا که به فواید سخاوت یک طایفه مخصوص توانت بود و شجاعت در عمرها وقتی به کار آید و علم در تمامت امور مطلوب است. میگوید شجاعت دیگه کار میخورد، اما هم در همه امور به کار میخورد و منافع اون خاص و عام را و لشکر و رعیت را شامل. و در سخنان معاویه آمده است: لو کان بینی و بین الناس شعرتون ما قطعوها لأنهم اذا ارسلوها جذبتها و اذا جذبوها ارسلتها. معنی اون چنین باشد که اگر میان من و میان مردم یک تار مو دستی، شعر یعنی مو، شعری یعنی لباس نازکی که از عرض شود که رشته های خیلی باریک ساخته شده، شعری چنان کتفت شعری آبگون نماید تنخیش مخشوق من. حتی برد شعرها میخواد عرض کنن که ماه رو توصیف کنه از سطح عرض و چنان کتفت شعری آبگون نماید تنخیش مخشوق من. و این واسه ظریف رو که از تکان بافته میشد یا ساخته میشد یا از فرش زیر میپوشیدن، زیر لباس زیر چون لطیف و نرم بود و از رشته نازک. این شعار که میگوییم به غلط میگوییم شعار فلانی چنین هست، ببخشید رو میپوشیدن، عذر میخوام، رو میپوشیدن و زیر آن نازکتر این لباسی که در رو پوشیدن میگفتن شعار، یعنی لباسی که میبینیم و دسار یعنی اون چه زیر میپوشیدیم. باری میگوید که اگر میان من و بله که اگر میان من و میان مردم یک تار مویستی در مجازبت هرگز نتوانستی گسست، زیرا که اگر ایشان سست بگذارن من بکشم و اگر بکشم من بگذارم. فکر نمی‌کنم چند پیدا شده چنین سخنی در ارتباط بین حکومت و مردم. بخواد بیاد اینقدر ظریف هست، یک ارتباط بسیار ظریف و شکننده‌ای بین مردم و حاکمیت هست که خیلی زود گسیخته میشه و مردم خیلی سریع روگردان میشن، مگر اینکه حاکمیت متوجه امور باشد با سیاست بلافاصله جبران بکنه و بلافاصله به دردهای مردم رسیدگی بکند. این نیست که حالا به زور توفنگ و چماق و نمیدونم پاسدار و هر میشود که پاسبان و سیلای مسلح یکی سی بتواند همیشه حکومت کند. این رشته پاره شده، زور او رو میگردش. این رژیم پربرکت یک دوستی زنگ دادن میگو ها حال آدم به هم میخوره از حض میکنن که تراکم این پاسداران لباس سختی ها در بین جمعیت از مردم وحشت دارد. میگن ما نمایندگان مردم هستیم، حکومت ما دموکراتی هست، اما تا این حد از مردم وحشت دارد. شما به هندوستان سفر کنید، 1000 کیلومتر یک پاسبان نمیبینید، یک نظامی در خیابان نمیبینید، در حد این که مردم پشتیبان اون حاکمیت هستند. نشنیدید در هندوستان کودتا بکنن یا شریک ها بریزن، نمیدونم دولت رو بخوان به پایین بکشن، به اینا به جهتی که دولت مردم نیست، مردم از دولت، دولت از مردم، همه در یک طریق و در یک سو در حرکت هستن. اگر شما نمایندگان مردم هستید، پس چرا پشت شیشه های ضد گلوله با این همه پاسداران مسلح و انواع نیروها؟ حالا دوستی دارم که به من زنگ زدن و ساختار این قدرت رو و انواع این نیروها رو معرفی کردن، نوشتن که خدمتتون خواهم گفت. داری میگوید یک تارموز ارتباط من که حاکم هستم و مردم وقتی اونها بکنیم خیلی زود تاره میشه، به مرسی که اونا بکشن من شل میکنم، اونا شل کنن من میکشم، که همواره این ارتباط خیلی لطیف و خیلی حساس از میان نرود. بله، یعنی وسط دل و کمال حلم من تا این حد است که با همه اهل عالم بدانم زیر و هیچ کس رشته نداند تاب لاجرم در چند روزگاری که جماعت انبوه از کبار صحابه در حیات بودند، امارت امت در ضبط او آمد و ملک روی زمین او را مسلم شد. یعنی این که دو رقیب سیاسی بودن اینها، یکی
علی، حضرت علی علیه السلام پسر ابوطالب دیگه مسلمان نشد و معاویه. حالا ایشون از سابقین بود، یار رسول بود، عرض می شود که داماد رسول بود، نمیدانم چیزها در وقت او گفته بودن، آدم‌ها کشته بود، ایشون در راه اسلام مجاهدت‌ها کرده بود، معاویه هیچ‌کدوم از این کارا رو نکرده و اسلام هم نمی‌پذیرفتند این خانواده ارکان ابو سفیان. و بعد عمر او رو گذاشت به حکومت شام و اونچنان تدبیر و سیاست و خریداد که هیچ شاکی نداشت این معاویه و حکومتش تداوم یافت تا روزگار علی که حضرت گفتن که من اینو باید عزلش بکنم. دلیل درستی هم البته نداشت و مصلحت مستقیم هم در نظر نگرفت، لشکر کشید که او رو عزل کند. یه چیزی میگن حدود 80 تا 90 هزار مسلمان کشته شد، برادران در سر برادران رو بریدن که این بابا رو از کار بندازن. اما میگوید که به واسطه حلمی که داشت به تدبیر استراتژیک داشت علی رو از میدان بیرون کرد و شکست داد و بعد هم او رو کشت کرد. اینها که بارها در این باب صحبت کردم که میگوید بر همه امت و کبار صحابه یا او رو پذیرفتن این حکومت او رو و او بر اونها حکومت میکن. اینها رو عرض میکنن که فکر میکنن هم زودش باید در کتاب های درکی بچه های ایران نوشت وگر بکشن بگذارم یعنی وسط دل و کمال حلم من تا این حد است که با همه اهل عالم بدانم هیچ و هیچ کس رشته نداند تا لاجرم در چند روزگاری که جماعت انبوه از کبار صحابه در حیات بودند، امارت امت در دست او آمد و ملک روی زمین او را مسلم شد و هر که را این همت باشد باید که این ابواب را قبله دل به قعده جان سازد که ثبات و وقار ملوک را زیباتر هلیتی و تابنتر زینتی چه فرمانهای ملوک در فروش و دماغ و اموال و املاک جهانیان دوام باشد و اگر اخلاق خود را به حلم و دیانت آراسته ندارند از یک درست خوبی جهانی رنجور شود و خلق آزرده و نفور گردند بسی جانها و مالها در معرض حلاق و تفرقه افتد و اصل حلم مشاورت است با اهل خرد و تجربه و تجنب از جاهل غافل که هیچ چیز را اون اثر نیست در مردم که هم نشین را گاهی میگوید که با یک حرکت اشتباه مردم پریشان میشن، مالها و جانها به معرض هلاک میفتد. که فکر میکنم ما ایرانیان این تجربه رو به نیکی داریم که چه مالها و جانها در معرض هلاک افتاد در این انقلاب. از کنم که به صورت همکاری ملایان به جهت این که قانون در جامعه حاکم نبود، به جهت این که عدالت اجتماعی هم نبود متاسفانه و رفت اون چه رفت. بعد اینجا نقل قول کرده است، میگوید که قال النبی علیه السلام مثل جلیس صالح مثل داری املم یهزک من اطرهی علقک علقک من ریحهی و مثل جلیس سوه مثل شیران الحداد انلم یهزک من شراری علقک من نتنهی. میگوید همنشین خوب مثل یک عطار هست، از فروش اگه عطم به شما ندهد بوی عطر او وجود شما را فرا میگیرد و مثل همنشین بد، این رو برای سلاطین و حکام گفتن به مثابه همون دکان آهنگری است. اگر که از کنن که این جرقه هایی که شراری که از این کوبیدن ها و اینها تو را نسوزاند بوی بده او حتما در تو خواهد کشید. خب تا نباشی حریف بی خردان که نکوکار دست شود زبدان با تدرس و او چون برکار زهر گردد همیز صحبت مار. البته ابوالمعالی در نیمه قرن دوم ششم میزیسته و همه این فرهنگ نیرومند و غنی به دست سعدی رسیده است و او کار رو به کمال رسانده که از کنن که کمال همشین در من اثر کرد اگر نه من همون خاکم که هستم. در حقیقت همین مفهوم است به زبان سعدی. و اگر پادشاهی به سخاوت جهانی زرین کند یا به شجاعت ده مساف بشکند چون از هل بی بهره بود به یک عربده همه را باطل گرداند و اگر در آن هر دو باب قصوری اتفاق افتد
به رست همه جهانیان را شاکر توان داشت و هم خیلی بی ثبات از ای خالی نماند و هر پادشاهی را که همه ادوات ملک مجتمع بود چنان که نه در هنگام عفو و حل مطابعت هوا جایز شمرد و نه در وقت عقوبت و خشم مطابعت شیطان روا بیند و بنای عوامر و نواهی او در قواعد تأمل و مشاورت آرمیده باشد ملک او از سیلای دشمنان مصون ماند و از تسلط خشم مسلم که اگر در ملازمت این سیلت خفتکی رود حجی که از مساعدت روزگار یافته باشد و بدون در نظام کار و ضبط ملک استناد کرده اندک خوشی و خشمی متفرق شود و عواقب آن از هلاک و ندامه خالی نماند. نصیحت میکند که پادشاه باید صبور و تسهیل باشد و تصمیمات سخت بی موقع نگیرد و توضیحات دیگری داوزد. این مقدمه است در یک داستان فوق‌العاده‌ای که فکر میکنم وقت ما دارد آرام آرام تمام میشد. باستان جان چقدر زمان داریم عزیزم؟ 4 دقیقه باری. حالا از این میگذاریم تو مقدمات رو معمولا ابوالمعالی طولانی کرده است. من داستان رو شروع میکنم و بقیه داستان رو هفته دیگر خدمتتون میکنم. در احمد گفت آوردن که در بلاد هندوستان پادشاهی بود حملان نام شبی بخفت به 7 کرت 7 خواب حائل بری چون بیدار شد از آن به هراسی. پادشاهی بود 7 بار خواب وحشتناکی و وقتی بیدار شد دچار ترس شد و همه شب در آن غم مینالید و چون مار دنبریده بر خود میپیچید و مردان مار گزیده میکردند و من تو مار میکردی چنان که نقاب ظلمت از جمال جهان آرای صبح بگشادند و شاه سیارگان عروسوار در جلوگاه مشرق پیدا آمد برخاست و براهمه را بخواند و تمامی خواب چنان که دیده بود که ایشان به حالا اینجا یک تاثیر میدن این براهمه که این پادشاه رو به راه راست بیارم یه میگه من خواهد کرد. این معنی رایج بوده در ایران هم بوده. به من از اینکه پادشاه یه خوابی میدید مؤثر خبر میکردن، چند نفر میابدن خوابی پادشاه رو تعبیر بکنن، باور داشتن به این قضایا. فکر میکنم متاسفانه تصمیم های سخت هم بعض اوقات مبتنی بر همین خوابها که دیدمانه بسیار هم جفنگ باشد بود. و امروز هم متاسفانه این داستان خواب شرش تم نشده و بعض اوقات اتفاق می افتد که خواب به درستی یک چیزی گواهی می دهد، یعنی اتفاق بعد می افتد. اما از 100,000 خواب پریشیده و از کنم که نادرست ممکن است که این خواب چیزی نیست که ما بتوانیم از کنم که روش حساب بکنیم و بگویم یک مسئله علمی نیست. دارید می دهد خیلی خوب. خب چون یک بچنه و از خوف و حراس در ببینن گفتن سهناک خوابی اگر ملک اشارت فرماید ساعتی خالی بنشینی و در کتاب ها رو جو کن. ساعتی خالی بنشینی این ما بگنی در یک کنجی بنشینی و در کتاب ها نگاه کنی و به استسقا هرچه بیشتر در آن تأمل کنی و اونگاه تعبیر آن به ایقان و بصیرت بگویی و دفع شر آن را وشی اندیشی ملک و روا باشد. ایشان از پیش او برفتند و به ترتی خالی بنشستند و با یکدیگر گفتند که این ظالم در این عهد نزدیک 12,000 تن از ما کشته. ببینید دادکه یه قدرت و مردم همین بوده همیشه. گلستار سعدی رو نگاه کنیم، اول داستانش همین داستان آدم کشی پادشاهی به نمیدونم کشتن بیگناهی اشارت کرد و اینها بس اون حرفایی سید زد و فلان گفت چی و گفت هرکی از جان بشوید هرکی در دل دارد بگوید. باید که این معلوم میگوید این شاه این حاکم تا حالا 12,000 تن از ما کشتن و امروز بر سر اون وقوف یافتیم و سر رشته اون به دست ما افتاد که بدان کینه خیش بتوانیم خواست. تو امروز وقت اون رسید به دست ما افتاد. الان نقطه ضعفی پیدا کرد این مرکز قدرت به ما انتقام خود رو از این شاه بگیریم. خواب دیده گرفتار شده در نقطه ضعفی هست منتظر تعبیر ما، بنابراین ما باید این نظرات خود رو به او تحمیل کنیم و انتقام کشتگان خود رو از او بگیریم. خب بله و سرشان به دست ما افتاد که بدون چی نکش بتوانی خواست و بدانید که به ضرورت ما را در این محرم داشت. تو بلن گیر افتاده به ضرورت ما را در این محرم داشت، یعنی چاره دیگری نداشت.
ما رو برای برداشت. و اگر در همه ممالک معطری یافتی هرگز این اعتماد نکردی و به این اصرار اثر دشمنانگی در وی ظاهر بود و دلایل عداوت پیش و پس مساعدتی افتاد. حالا یه لغتی هست یک بارم روش بحث کردم، ولی از یک جای دیگر کسی پیدا میکرد به ما هم رجوع نمیکرد، چون معمولا این پادشاه به مردم خودشون اعتماد ندارن، از خارج میارن. چرش درد میگیره؟ چشش از خارج. دندونش درد میگیره؟ چشش از خارج. اینا میگوید که این گیر افتاده، اگر نه و با این آثار دشمنانگی، البته دشمنایگی یه سرگذشت شیرین این لغت دارد، یک کارم هست کردن چون بهش رسیدیم و مربوط به همین کتاب بوده است. در تفسیر کلیل و جمله دشمنانگی نوشتن و هر می شود که مینوی میگوید که بعد استاد مینوی میگوید خودش مینوی میگفته نشستن و صحبت کردن، بعضی دانشمندان ما گفتن دشمنایگی، بعضی گفتن دشمنانگی. و نکته اینجاست که میگوید من با پروفسور هینینگ صحبت کردم انگلیسی در چه لندن، گفتم آقا زبانشناس رو، گفتم آقا دشمنایگی درست است یا دشمنانگی؟ گفت با تردید و تحملی که خاص متفکران بزرگ هست، گفت گمان میکنم دشمنایگی. و ما متعجب شدیم، من به ایران آمدم، در اتاق جمع بودیم، دکتر مهین بود، من بودم، فروزآفر بود، اینها یک پاکت بزرگی رسید. استاد هینینگ از انگلیس با احتجاجهای قاطع و سوابق زبانشناسی که برمیگردد به روزگار زبان پهلوی و غیره ثابت کرده بود که دشمنایگی مثل همسایگی، نه دشمنانگی مثل مردانگی. این است که این معنی هم از صورت که در یکی از این شاخهای ارمغان آمده است، این مقاله شاخهای یغما. بله میگوید که اگر در همه ممالک معبری ناخی هرگز این اعتماد نکردی و با این اضطرار اثر دشمنایگی در وی ظاهر بود و دلایل عداوت پیش و پس مشاهدت میافتاد، در این کار تأخیر کنید تا فرصت فائت نگردد. طریق ثواب آن است که در این باب سخن هر چه درست هر رانی و او را چنان بترسانید که هر اشارتی کنیم از آن نتواند بودن. اون وقت شده که ما این رو ضعیفش کنیم و اون چنان بترسانید از این خوابها که به حرف ما گوش بکند. در مستبد و غیر نباشد. بسیار بسیار شگفت‌انگیز از این داستان. با سپاس از توجهات شما هموطنان بزرگوار و گرامی و با امید به تعطیل نتورک سخن پراکنی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. با سپاس از باشان تا فردا من به جای خانم هنگامه در برنامه خواهم بود، چون سوالات بسیار بوده و تلفن‌ها بسیار. این از ساعت 12 به وقت لس آنجلس به مدت یک ساعت در خدمت شما خواهم بود و به سوال شما جواب خواهم داد. خطا رو باز می‌کنیم. وقت ما تمام شد. درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد.